در این قسمت از برنامه احسان رحمانی همراه ما هست با آخرین خبرها و نگاهی متفاوت به آنچه که در فضای مجازی میگذره. احسان خیلی خوش آمدی، ما میشنویم گزارش شما رو. ممنون از فرصتی که به من دادی مهران. در 53 روز از قیام سراسری در خدمت شما هستیم. هرچه این رژیم بیشتر سرکوب میکنه، مردم خشمگینتر میشند و بازتاب این خشم در کوچه ها و خیابان های ایران نمایان و البته در فضای مجازی هم انعکاس پیدا میکنه. ظاهرا فضای مجازی تنها رسانه است که در اختیار مردم و از دروغ پردازی های رژیم در امان میمونه. گاهی هموطنی در رابطه با دروغ پردازی های رژیم در رابطه با انقلابی که در جریان می نویسه، وقتی درباره اتفاقاتی که با چشم خودمون داریم میبینیم به این راحتی دروغ میگید، دیگه وای به حال تاریخی که شما روایت کردین. هموطن دیگه با یک انتشار یک عکس مینویسه، ایران رتبه دوم ذخایر گاز، رتبه سوم ذخایر نفت، مالک 7% معادن جهان، رتبه دهم در جاذبه های توریستی، رتبه پنجم در جاذبه طبیعی و اما رتبه 154 در آزادی بشر، رتبه 144 در برابری جنسیتی، رتبه 136 در فساد مالی، رتبه 165 در آزادی مطبوعات، 105 در شادی، رتبه 137 در آزادی کسب و کار و رتبه نهم در فلاکت. آیا هنوز هم از این که مردم ایران قیام کردند متعجب هستید؟ البته رتبه اول در اعدام. بله دقیقا جمعیتش. و اما کاربر دیگه با انتشار یک عکس می نویسه، این یک تله برای بسیجی هاست، بسیجی هایی که چون نونخور این نظام هستند ازش حمایت می کنند. همونطور که می بینید یک ساندیس هست وسط یک تله، چون می دونن اگه نباشه اونها هم کارشون ساخته است. بدونین که به زودی همه تون توی تله می افتین. و اما کاربر دیگه با انتشار یک عکس از دانشگاه تبریز می نویسه، اینجا تبریز است، زادگاه ستارخان، با علامت پیروزی که از همین حالا میشه اون رو دید، پیروزی بر اهریمنان شیطان صفت حاکم بر ایران. و اما باز هم در تهران یک هموطن کرد در اثر ضربات سرکوبگران خامنه‌ای جان باخت و به شهادت رسید. نسرین قادری، دانشجوی دکترای فلسفه، دانشجوی مریوانی که هموطنی در رابطه با او می نویسه، با انتشار یک عکس، با نسرین قادری هم وداعی سرخ باید کرد. او هم مثل ژینا در تهران غریب بود و این جنایتکاران او را کشتند. نسرین قادری پیش از شهادتش از فعالان انقلاب ایران بود و در چت با هموطن دیگه در خارج از ایران گفتگوی داشته که بعد از شهادتش این گفتگو منتشر شده. نسرین به هموطنی که اون ور خط در خارج هست می نویسه، فراخوان بدین، ما به سختی و با دستان خالی در میدان هستیم، ارتباط ما با جهان با شما امکان پذیر است. دوستش بهش جواب میده، ما هستیم فعالانه، شما تنها نیستید. و باز هم نسرین قادری می نویسه، ما را از مرگ نترسانید، مرگ را زندگی کرده ایم، ما را از چیزی به نام زندگی که به مرزهایش هم نزدیک نیستیم نترسانید. ما خشم زن یا مرد نیستیم، ما تبدیل به انسانهای رنجور شده ایم که کفن پوشیده و صلیب بر دوش به میدان آمده ایم. بله، به یقین خون نسرین قادری و دیگر شهدای سرفراز قیام سراسری مردم ایران در کوچه ها و خیابان های ایران خواهد جوشید. و اما میرسیم به آخرین بخش، یعنی کلیپی وایرال شده از خشم جوانان انقلابی و رجزخانی اونها برای مزدوران خامنه‌ای، با هم ببینیم. پروفسور رمزیز برای دادخواهی 43 سال جنایت که هرگز با وجود جمهوری اسلامی تمام نخواهد شد، این شعار را از یاد نمیبریم.
هر یک نفر کشته شه هزار نفر کشته شه. درود بر سرزمین شیران. ما نیروهایی هستیم حامی مردم ایران زمین و تا سرنگونی جمهوری اسلامی کثیف با شما هستیم. ما از ارتش می‌خواهیم که به ما بپیوندد و از ناموس و وطن در برابر هشت الشعبی و حزب الله لبنان دفاع کند. پیروزی نزدیک است. زنده باد ایران و ایران زمین. زنده باد. خودتون رو خسته نکنید با این تهدیدها و فحش‌های رکیک. از اون نوجوان طفل معصومی که خونش کف خیابون هنوز خشک نشده که مهمتر نیستیم. دیر یا زود باید تاوان جنایت‌هایی را که کردید و می‌کنید بدهید. تکلیف ما هم با شما روشنه. با چنین حکومتی که زبون حالیش نمیشه و برای مطالبات بر حق مردم فقط تهدید و زور و تفنگ رو نشون میده، باید برای سرنگونی مثل خودش رفتار کنیم. بله، درود بر این جوانان انقلابی و مهران، این گزارش ما بود از فضای مجازی و ممنون از فرصتی که به ما دادی. خیلی متشکرم. ما هم در واقع یاد کردی از شهید نسرین قادری با اون جملات بسیار تاثیرگذار و البته ترساننده برای رژیم، و بعد همین پیام جوانان شورشی که البته همونطور که اشاره کردی این قطره از دریای انعکاسات قیام ایران در فضای مجازی هست. متشکرم. باز هم در روز آینده با شما هستیم. متشکرم.